گرامی هستم امشب. امیدوارم که بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم. هستم در خدمتتون. قربان شما، ما هم خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشاءالله هر جا که هستن موفق و معید باشند و سلامت. امروز در خدمت آقای دکتر آتشین بار هستیم در حوزه بحث نمادها و نشانه ها و المان های شهری و بحث هویت شهر، که این نشانه ها و المان ها چطور میتونن در شکلی هویت شهر تاثیرگذار باشند. امروز 17 برنامه هست. خانه اندیشمندان علوم انسانی سلسله نشستهایی رو داره برگزار میکنه با موضوع علوم انسانی و شهر، و در ابتدای این جلسه جا داره تشکر کنیم از سازمان زیباسازی شهر تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، آقای دکتر مرجو، آقای دکتر جعفری، آقای دکتر مرادینیا، که همکاری خوبی داشتن که این برنامه ها به پیش بره. انشاءالله ما بتونیم موضوعات شهری و مباحث علوم انسانی را هرچه بیشتر در طول سال داشته باشیم و دوستان استفاده کنند و در خدمت اساتیدی باشیم که هم در حوزه علمی و هم در حوزه اجرایی کار کردن و تجربیات خودشون رو به دوستان انتقال میدن و ما استفاده میکنیم. آقای دکتر، یک مقدمه کوتاهی از موضوع که بخوایم خدمت دوستان ها، هرچند که دوستان تو این موضوع کار کردن و حضرت عالی فقط در حد مقدمه از این تر موضوع تر بشه، اینکه المان ها و نمادها عنصرهای ارزشمندی برای معرفی و هویت هر شهری هستن، همونجور که دوستان میدونن، و به کارگیری درست و صحیح این المان ها و نمادها میتونه یک آینه تمام نمای هویتی برای شهر باشه. در چند سال گذشته و دههای قبل هم شهرداران و مسئولین شهری و مدیران شهری تلاش زیادی کردند که بتونن نمادها و المان های مناسبی در شهر به کار بگیرند که باعث آرامش روحی و روانی و امنیت شهروندان بشه، ولی در بسیاری از موارد ما شاهد آشفتگی های بسیاری در این المان ها و نمادهای شهری هستیم و در برخی مواقع این شاهد این استفاده از این المان ها یک نوع آشفتگی و مشکلات روحی روانی واسه شهروندان ایجاد میکنه، که استفاده صحیح از این المان ها و نمادها و این هنرها میتونه هم هویت شهر رو به درستی نشون بده و هم در حوزه کیفیت زندگی شهروندان اثر داشته باشه. امروز در خدمت آقای دکتر هستیم تا این موضوع رو بررسی کنیم که المان ها و نشانه ها بر مبنای ویژگی‌های تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر فضای شهری چه تأثیری میتونن بر هویت شهر داشته باشن و چه تأثیری بر زندگی و سرزندگی شهروندان میتونن این المان ها و نشانه ها داشته باشن، و همچنین این المان ها و نشانه ها چطور میتونن باعث آگاهی و آموزش به شهروندان در فضای شهری بشن. من و دوستان استفاده میکنیم از صحبت های دکتر آتشین بار، و دوستان هم اگر سوالی هست میتونید در 10 دقیقه آخر از آقای دکتر بپرسید. مدت برنامه حدود 40 تا 45 دقیقه. آقای دکتر در خدمت حضرت عالی هستیم، استفاده خواهیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر سلمان زاده که برای من پوستر رو فرستادن، من میخواستم خواهش کنم یه تحقیق کردم، به نظر رسید که نه، برای اینکه اصلا این عنوان در واقع یکی از چالش در واقع شاید یکی از چالش‌های اصلی باشه که ما تو حوزه مدیریت شهری باهاش روبرو هستیم و میتونیم مثلا خود این عنوانه میتونه تاثیرگذار باشه. بحثی که من امروز دارم، بحثم رو به 5 قسمت تبدیل کردم. یه بیان مسئله کوتاه میگم قسمت اول، بعد در مورد رویکردهای مداخله در شهر میگم تو 2 قسمت، رویکرد سیستمی و رویکرد بخشی. یه بحث کوچولی در ارتباط با اصولا هویت، زیبایی و نقاط عطف انجام میدم و در آخرم جمع‌بندی میکنم. امیدوارم بتونم تنظیم کنم توی 35 تا 40 دقیقه بحثم رو تموم کنم که بتونیم در خدمت دوستان باشیم. ببینید، خواهش میکنم، ببینید یه اشتباه رایجی توی حوزه مدیریت شهری و بحث حرفه‌ای وجود داره در مباحث مطالعات شهری و شهرسازی،
اونم این که تصور میشه وقتی در مورد مباحث کیفی شهر صحبت میکنیم، مثل هویت شهر، مثل زیبایی شهر، مثل حس تعلق به مکان، باید بریم سراغ عناصر خیلی ویژه و شاخص، مثل نقاط عطف، نشانه ها و المان ها که اصلا موضوع این بحثه. ما باید ببینیم که این نشانه ها و المان ها و نقاط شاخص اصولا چطور و چقدر میتونن در مباحث کیفی شهر نقش ایفا کنن. اگر یک عنصری به لحاظ ارتفاع بلندترین ارتفاع در شهر داشت، یا اگر سایر مشخصاتش با عناصر کناردستیش تفاوت زیادی داشت، آیا میتونیم بگیم که در هویت شهر و زیبایی شهر و حس تعلق به مکان نقش ویژه‌ای داره؟ من این واژه‌های هویت و حس تعلق به مکان و زیبایی راستش با همدیگه آمیخته به کار میبرم، ولی اگه بخوایم بحث آکادمیک تر بکنیم بعد اینا رو از همدیگه سوا کنیم. ولی من به نظرم میرسه توی ادراک کلی، توی فهم کلی میشه اینا رو یه جورایی در کنار همدیگه قرار داد. به خاطر همین در طول بحث ممکنه مثلا اینا رو یه مقدار در کنار همدیگه استفاده کنم. پس این سوال برای ما ایجاد میشه که نشانه ها، نقاط عطف که عناصر بارزی در شهر هستن، از اسمشون هم پیداست، اینها چطور و چگونه میتونن در هویت شهر نقش ایفا کنن؟ ببینید، ما رویکردهایی که برای مداخله در شهر داریم رو میتونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم: رویکردهای سیستمی و رویکردهای بخشی. رویکرد سیستمی در واقع رویکردی هستش که محصول دهه‌های اخیره، 20-25 سال اخیره و خیلی نو هستش. رویکرد بخشی در واقع همون رویکرد کلاسیکیه که ما به شهر داریم توی حوزه مطالعات شهری و شهرسازی. ما از این خیلی شنیدیم، خیلی استفاده کردیم و اصولا قالب جامعه و قالب مدیریت شهری خیلی به رویکرد بخشی اقبال نشون داده، میره سراغ اون برای اینکه ادراکش ساده تره. من اول رویکرد سیستمی رو بگم و ابعادش رو تبیین کنم، بعد میرم سراغ اون رویکرد بخشی که به بحث امروز ما هم رویکرد سیستمی هم رویکرد بخشی به بحث امروزمون ارتباط مستقیم داره. ببینید، وقتی در مورد رویکرد سیستمی صحبت میکنیم، بیایید اول سیستم رو تعریف کنیم. سیستم مجموعه اجزای مستقل هستن که یه هدف مشترکی رو دنبال میکنن و هر کدوم یه نقشی رو دارن توی اون سیستم. سیستم‌های ساده و پیچیده زیادی داریم. ساعت میتونه یکی از اون سیستم‌های نیمه پیچیده باشه. شما میتونید اجزای ساعت اجزایی نیستن که قابل جدا شدن نباشن، یه استقلالی دارن ولی در کنار همدیگه یه نقشی رو ایفا میکنن، دنبال یه هدفن. هدفم اینه که زمان رو میخوام به ما نشون. کریستوفر الکساندر یه مقاله داشت که مقاله معروفیه که میگه شهر درخت نیست. اون در واقع توی این مقاله داره زمینه های رویکرد سیستم، نگاه سیستمی به شهر رو داره تبیین میکنه. از کجا اومده مقالهش؟ خودش تو مقاله شهر درخت نیست میگه من چندین سال قبل یه مقاله نوشته بودم که شهر درخت است، یعنی شهر سلسله مراتبی میدیده. بعدم به این نتیجه رسیده. خب الکساندر یکی از اندیشمندان بزرگ مباحث نوبینزمی و سره از اینا بحث خیلی جدی میکنه و توی مقاله مهمی که مینویسه تشریح میکنه که شهر سلسله مراتبی نیست، شهر درخت نیست. در واقع داره به این اشاره میکنه که شهر یک سیستمه. وقتی که وارد این ادبیات میشیم و شهر رو ما یه دیگه یه سیستم میبینیم، برای مداخله در شهر، مداخله رو باید حالا اگه یه زمانی بحث طولانی تر میتونست ادامه پیدا کنه یا جدی‌تر شد، مداخله رو هم باید تعریف کنیم. مداخله یعنی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت. این میشه مداخله در شهر. وقتی شهر رو با نگاه سیستمی ببینیم و میخوایم توش مداخله کنیم، باید بریم سراغ اجزای اون سیستم. منطق به ما میگه باید بریم سراغ اجزایی که نقش مهمتری تو سیستم دارن. باید بریم نقش اولا رو شناسایی کنیم توی نگاه سیستمی به شهر. این اجزا که تو همه این اجزا که در کنار همدیگه
ضمن اینکه مستقل هستن با هم دیگه یه ارتباطی دارن و دارن یه هدف مشترکی رو دنبال میکنن. اون هدف مشترک میتونه همون مباحث کیفی باشه که اول بحث بهش اشاره کردیم، میتونه هویت باشه، زیبایی باشه، حس تعلق به مکان باشه، اون هدفیه که اجزای شهر با هم دیگه دنبال میکنن. پس ما باید بریم دنبال این نقش اولایی که دارن این بازی رو دارن میچرخونن. خب برای اینکه بتونیم این نقش اول رو شناسایی کنیم، یه بحث دیگه به میون میاد به اسم رویکرد منظر شهری. رویکرد منظر شهری در شناسایی این نقش ها بسیار اهمیت داره، برای اینکه تعریفش در واقع ادراک مردم از این سیستم شهر هست. منظر شهری یعنی ادراک مردم از شهر. ما اگر بتونیم ادراک مردم رو از شهر که یک سیستم هست ببریم زیر ذره بین و اینا رو بزنیم کنار همدیگه، بتونیم اینا رو آنالیز کنیم، بهشون امتیاز بدیم، بالا پایین کنیم، اینا رو در کنار همدیگه قرار بدیم، میتونیم اون نقش اوله رو شناسایی کنیم. حالا نقش اول، دوم، سوم، همین به ترتیب اولویت بعد بتونیم این کار رو انجام بدیم. چجوریه این متد تحلیل ادراک مردم از شهر که میشه منظر شهری؟ یا باید بریم از خود مردم بپرسیم، به مردم بگیم که شما شهر رو چجوری آنالیز میکنید، چجوری شهر رو میفهمید، ادراکتون از این عناصری که داخل شهر هست چیه؟ یا بریم از نماینده های اونا بپرسیم، نماینده های مردم. نماینده های مردم تو حوزه شهری میشن روشنفکرا، میشن نقاشا. ببینیم نقاشا وقتی که میخوان شهر رو نقاشی کنن چیه شهر رو نقاشی میکنن. ببینیم وقتی شاعرها میخوان در مورد شهر شعر بگن از کجای شهر صحبت میکنن. داستان نویسا همینطور. ببینیم اونا روشنفکرای ما وقتی که فیلمسازا میخوان که شهر رو روایت کنن، یه صحنه رو میخوان تو شهر به تصویر بکشن، کجای شهر رو انتخاب میکنن. بریم سراغ نماینده هاشون یا از خود مردم دوباره بیایم رفتار مردم رو آنالیز کنیم، ببینیم که مردم کجا حس امنیت دارن، مردم کجا حس ناامنی دارن. این میشه متدی که ما میتونیم ادراک مردم رو آنالیز کنیم. منتها به این سادگی نیست. اون روش اول که میریم سراغ خود مردم ازشون میپرسیم در واقع یه روش کمیه، با پرسشنامه میتونه انجام بشه. روش دوم که میریم سراغ نماینده هاشون و در واقع داریم استنباط میکنیم از آثارشون، از حرفاشون، میشه یه روش کیفی. ولی به این سادگی نیست. این کلیتشی که بتونیم داریم میگیم چجوری میتونیم ادراک مردم از شهر رو ارزیابی کنیم. داریم پروژه منظر شهری تو شهر تهران کار شده حدود یک دهه پیش که پرسشنامه تهیه شده برای اینکه همین مباحث از توش در بیاد، ولی به نتیجه نرسیده. روش همینه، منتها به نتیجه رسیدن دوباره یه ابزارها، راهکارهای خاص خودشو داره که به این سادگی نیست. پس ما متد دستیابی به اون نقش‌ها تو ذهن مردم که شهر رو ادراک میکنن این هست. حالا ما اگر بیایم سریع از این موضوع بگذریم و بخوایم که بگیم که اون نقش اوله تو ذهن مردم چیه، اون نقش اوله تو نگاه سیستمی به شهر مرکز شهره. یعنی اینکه همه مردم مهمترین نقش رو به مرکز شهر میدن. برای همین هم هست که هستش که کشورهای توسعه یافته برای اینکه برن سراغ مداخله در شهر تو وسط دهه میلادی را توش بود که رفتن سراغ کیفیت شهرشون و به این نتیجه رسیدن، بر اساس همین روی کرد به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان کیفیت شهر رو دست بزنن رو مهمترین نقطه شهر و کیفیت شهر رو ارتقا بدن، بعد برن سراغ مرکز شهر. مفهوم سیتی سنتر اصلا از همون جاها شکل گرفت و یه مرکزی شد که در واقع مدیریت شهری رفت روی اون دست گذاشت، اونو بازیابیش کرد، اونو یه رنگ و لعاب دیگه بهش داد و الان شده مرکز توریست شهرهای اروپایی. ما تو تهران هم این کار رو انجام دادیم. ما میگیم که برای بازیابی سه تا نقطه در نظر بگیرید، شهر تهران، رفتیم سراغ مرکز شهر. این کار رو تو تهران هم انجام دادیم. منتها این سه تا نقطه چیه؟ این سه تا نقطه تو ذهن مدیریت شهری ما برای احیای مرکز تاریخیه، برای احیای مثلا حفاظت و پایش آثار تاریخیه.
ما بیشتر رویکرد مرمتی داریم به مرکز شهرمون، ولی اگر که بخوایم اون سه نقطه رو با یه عبارت درست پر کنیم، باید بگیم که ما در واقع برای احیای منظر شهریمون میریم سراغ مرکز شهر. حالا بحث بعدی که اینجا پیش میاد اینه که ما میگیم که تو رویکرد منظر شهری مرکز مهمترین، در واقع نقش اول شهر رو مرکز ایفا میکنه. مرکز نقطه مشترک فهم مردم از شهره. این یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر یه نقطه توی شرق تهران حکیمیه رو در نظر بگیرید با یه نقطه تو غرب تهران شهر زیبا، این که مردم از این نقاط فهم مشترکی داشته باشن این صورت نمیپذیره، ولی مردم حکیمیه و مردم شهر زیبا، شهروندای این دوتا محله، نسبت به مرکز تهران فهم مشترک دارن. بنابراین خاصیت اصلی، در واقع کاراکتر اصلی مرکز اینه که همه مخاطبان، همه مردم نسبت به اون یه فهم مشترک دارن. این که حالا از توی این نقطه که فهم مشترک مردم همه از مرکز شهره، چه اقدامی باید انجام بشه دقیقاً و چطوری باید انجام بشه، دوباره خودش این یه موضوع بحث جداگانه. ولی تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که تو رویکرد سیستمی مرکز مهمترین نقطه شهر محسوب میشه و ادراک مردم از شهر تو اون نقطه یه ادراک مشترکیه و بالاترین فهم مردم از شهر از مرکز شهره. اگر که ما اقداماتی رو که توی مرکز شهر انجام میدیم یه اقدامات کور و نمایشی باشه، بهتر از هیچیه. ولی خب میدونیم داریم منابع و انرژی رو جایی میذاریم که بازدهی حد اکثری نداره. بنابراین شناسایی کردن این که دقیقاً در چه نقطه ای از مرکز شهر باید مداخله کرد، این خودش جای بحث داره و اینم متد داره. این تیکه دوم بحثم که میخواستم در مورد رویکرد سیستمی صحبت کنم. تیکه سوم بحثم در مورد نگاه بخشیه، رویکرد بخشی به شهره، که یه رویکرد کلاسیک خیلی هم رایجه. وقتی که شهر رو بخش بخش میکنیم، نقاط عطف و نشانه های شهری میتونن یکی از اون بخشای شهر باشن. البته تو رویکرد سیستمی هم اینا جا دارن. ببینید ما وقتی که میخوایم در شهر مداخله کنیم، چیزی جز کالبدش در اختیار نداریم. که ما وقتی که از هر رویکردی، از هر متدی وارد مداخله در شهر بشیم، ما بالاخره ساختمون داریم، نقطه عطف داریم، فضای جمعی داریم، یه ابزار کالبدی در اختیارمونه. منتها متدی که میخوایم توی این کالبد مداخله کنیم، این متدها با هم دیگه متفاوته. تو اولی، تو رویکرد اولی میگه آقا ما باید شهر رو یه کل بدونیم که اون کل سیستمه و مرکز یکی از اون کل هاست، یکی از اون عناصر مستقله. داره در مورد اون میگه، نمیاد اصلا در مورد عناصر ریزتر و جزتر بحث کنه. اون عناصر ریزتر و جزتر تو دل این کل دارن شکل میگیرن. ولی تو رویکرد بخشی ما داریم در واقع در مورد در مورد فضای این خود اینا، در مبلمان، در مورد پوشش گیاهی، در مورد نما، در مورد خیابان ها، ما هر کدوم از اینا رو میایم سوژه بحث قرار میدیم. تو رویکرد سیستمی هم اینا رو سوژه بحث قرار میدیم، منتها با یه نگاه سیستمی. اینجا خودشون به صورت مستقل مورد بحث قرار میگیرن. حالا نقطه عطف و نشانه چیه اگر که بخوایم تعریفشون کنیم؟ میگیم که نقطه عطف، نشانه، نقطه شاخص، المان، اینا همه واژه‌هایی هستن که باید براش یه دیکسیونر هم باید براش تعریف بشه که بدونیم اینا چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. منتها اینا رو توی
تعریف کلی باید در کنار همدیگه قرار داد. حالا نقطه شاخص خیلی ادبیاتش تو ایران رایج نیست، المان حالا خود کمتر، نشانه بیشتر رایجه. اون چیزی که نقاط عطف هم رواج داره تو ایران، اگر که بخوایم تعریف کنیم میگیم که در واقع نقاط عطف نقاطی هستن که با پیرامونشون تضاد دارن و مهمترین نشانه های شهری هستن. بنابراین نقاط عطف به نوعی نشانه شهری هستن که یه تضاد خوبی با اطرافشون دارن. سلسله مراتب، یعنی یه کاتگوری بزرگ شما در نظر بگیرید به اسم نشانه های شهری. نشانه های شهری که مهمتر از همه هستن اینا میشن نقاط عطف. این نقاط عطف اختلاف بارزی با اطرافشون دارن. این اختلاف میتونه همه چی باشه، میتونه مثلا ارتفاع باشه. شما توی شهرهای مرکزی ایران که یه ارتفاع کوتاه دارن، مثلا یزد، کرمان، یهو یه مناره یا یه مسجد، یه گنبد که از داخل اونا میزنه بیرون، یهو میشه یه نقطه عطف. یه نشانه شهری هست که قاعدتاً چون مسجد جامعه یا یه کاربری مهم داری میشه نقطه عطف. این اختلاف میتونه توی اختلاف عملکرد و کاربری هم باشه. مثلا شما جلوی دانشگاه تهران که راسته کتاب فروشی هست یا لابلای این کتاب فروشی ها یه دونه ساندویچی هم هست، اون میشه نقطه عطف. شما وقتی که دارید آدرس میدید به یکی، میگید برو جلوی دانشگاه تهران، این کتاب فروشی ها رو که رد میکنی میرسی به این چیه، بعد مثلا فلان برو بهش میگید، اون برای شما میشه نقطه عطف. میتونه تو اختلاف سبک و خدمت معماری هم باشه. هر نوع اختلافی که تو بافت پیرامون حاصل بشه، مثل رنگ، اندازه، شکل، فرم، کارکرد، سبک، اینا میتونه تبدیل بشه به یه نقطه عطف. پس نقطه عطف در واقع در تضاد با زمینه به دست میاد. حالا نقطه عطف چه نقشی توی منظر شهری داره؟ نقطه عطفم به واسطه اینکه یک تضادی رو در منظر شهری ایجاد میکنه به لحاظ فرم، کارکرد، ارتفاع، سبک، شکل، نقطه عطفم یه فهم مشترک تو ذهن همه مردم ایجاد میکنه. اینجا اون فضایی هستش که نقطه عطف اون بحث اول من که مرکز هست یه اشتراکی پیدا میکنه. پس نقطه عطفم یه فهم مشترک تو ذهن همه مردم ایجاد میکنه، برای اینکه تفاوتش بارزه، تفاوتش نمایانه. شما وقتی که برج میلاد رو میبینید، برج میلاد خب یه تفاوت خیلی بارز داره با عناصر اطرافش، با پس زمینش، با ساختمونه که اطرافش هستن. خب تو یه فهم مشترک ایجاد میکنه تو ذهن مردم. مرکزم همینطوره. مرکزم ما گفتیم که یه فهم مشترک ایجاد میکنه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که مرکز چون یه پهنه است، به واسطه کاراکترهای مختلفی که درون خودش جای میده، مثل کاراکتر تاریخی، مثل کاراکتر عملکردی، این فهم مشترک ابعاد بیشتری داره. بنابراین یه فهم گسترده تریه. منتها نقطه عطف اینطور نیست. نقطه عطف اصلا پهنه نیست. ممکنه یه بلوک شهری هم نقطه عطف باشه. اون فهم مشترکی که ایجاد کنه یه فهم مشترک کمتریه. پس چی برای ما اهمیت داره توی بحث نقاط عطف؟ اون چیزی که مشترکه. هر اون چیزی که در فهم مردم نقش مشترک بیشتری داشته باشه مهمتره. بنابراین این اون بیان مسئله است. وقتی که میخوان منظر یه شهر رو مداخله کنن توش، خودآگاه یا ناخودآگاه میرن سراغ نقاط عطف و نشانه‌های شهری، برای اینکه احساس میکنن یه فهم مشترکی از اون وجود داره. ولی باید به این نکته توجه داد که
عناصر دیگه ای هم هستن، پهنه های دیگه ای هم هستن که اون فهم مشترک رو بیشتر ایجاد میکنن. نقطه عطف چون این تضاد رو با اطرافش داره، میاد اون فهم مشترک رو ایجاد میکنه و میرن سراغش به عنوان اینکه بخوان یه مداخله تو شهر بکنن، برای اینکه بخوان یه هویتی به شهر بدن، برای اینکه بخوان شهر رو زیبا کنن. اما آیا این همه این نقاط عطف همتراز هستن؟ مسلما نه. چه چیزی باعث اختلاف این نقاط عطف نسبت به همدیگه میشه؟ تضاد بیشترشون با محیط یا فهمی که تو ذهن مخاطب دارن؟ اگر بگیم تضاد بیشترشون با محیط باعث اهمیت بیشتر نقاط عطف میشه، پس باید بپذیریم که اگر یه نقطه عطفی مثلا بلندتر بود، فهم مشترک بیشتری تولید میکنه، ولی اینطور نیست. بنابراین سلسله مراتب نقطه عطف اونجایی شکل میگیره که تو ذهن مردم فهم بیشتری رو به وجود میاره و اصلا به تضادش با اطرافش هیچ ارتباطی نداره. ممکنه یکی از اولویت‌های ما باشد، ولی به اون تضاد ارتباطی نداره. اون تضاد میتونه اولویت ما قرار بگیره، ولی نمیتونه که تبدیل بشه به اون فهم مشترک. مثلا دوباره مثال برج میلاد رو میزنم، برای اینکه برج میلاد خب توی دهه 80 منابع و انرژی خیلی زیادی برش صرف شد که برج میلاد ساخته بشه، منتها برج میلاد رو بعد از اونم خیلی مدیریت شهری خیلی سعی کرد که برج میلاد رو به عنوان نماد هویت شهر تهران ارائه کنه. حتی توی این پوستری هم که آقای سلمانزاده زحمتش کشیدن، اون تصویرهایی که ما از شهر تهران میبینیم، مقطعی شهر تهران که حالا از جنوب شهر شروع میشه مثلا میرسه به شمال شهر، یه مقطعی شیبداری، برج میلاد اون وسط داره خودنمایی میکنه. تصاویری که ما از شهر تهران به سمت شمال میگیریم، برج میلاد داره خودنمایی میکنه. یه تضاد اساسی با بک‌گراندش داره که کوههای شمال تهرانن. منتها آیا میتونیم بگیم که برج میلاد مهمترین نقطه عطف شهر تهرانه؟ با اون معیاری که عرض کردم خدمتتون که بتونه یه فهم مشترک بیشتری از مردم رو به دست بیاره؟ مسلما خیر. چرا؟ برای اینکه برج میلاد فقط توی نقاط خاصی از تهران دیده میشه و تو بخش‌های مهم شهر تهران اصلا برج میلاد دیده نمیشه. ما گفتیم که تو رویکرد سیستمی مرکز مهمترین بخش، مرکز مهمترین پهنه و مهمترین کلی هستش که توی شهر وجود داره. ما تو مرکز شهر تهران برج میلاد رو میبینیم؟ خیر. برج میلاد فقط توی یک کوریدورهای مشخصی از شهر دیده میشه. بنابراین وقتی میخوایم نقاط عطف رو طبقه بندی کنیم، باید توجه داشته باشیم که نقاط عطف تو چه سلسله مراتبی اون فهم مشترک رو در ذهن مردم ایجاد میکنن. قسمت چهارم بحثم یه خیلی کوتاه میخوام در مورد هویت و زیبایی صحبت کنم و در واقع نمیخوام بحث چالشی باشه، یه تعریف کلی میخوام ارائه بدم در مورد هویت. در مورد هویت یه نقل قول خیلی معروف هستش که میگن هویت در واقع استمرار و تداوم عناصر تاریخی شیه. یعنی هر چقدر که تاریخ بیشتری روی شی گذشته باشه، روی اون عنصر گذشته باشه و حفظ کرده باشه، این عناصر رو در واقع به یه هویت بیشتری منجر میشود. البته باید بتونه پاسخگوی نیازهای امروز خودش هم باشه. بنابراین هویت البته یه بحث پیچیده‌ایه که توی مثلا جدل میشه، واسه بحثی هم میشه، ولی خب هنوز یه تعریف مشخصی از هویت ارائه نشده و نمیشه هم ارائه داد، کار پیچیده‌ایه. اون نقل قولی که عرض کردم خدمتتون یه نقل قول عمومی و معروفه. تاریخ یکی از معیارهای تاثیرگذار در هویته. در مورد زیبایی هم خب انسان، زمانی که انسان از یه موجود اولیه به یه موجود پیشرفته و پیچیده امروز تبدیل شده، معیارش برای زیبایی هم تغییر کرده. انسان اول زیبایی رو توی شکل و صورت میدید. اگر تقارن، تضاد یا مثلا فرم کامل اینا در
شی وجود می داشت اون شی زیبا بود، در صورت، در شکل، در ظاهر اون شی جستجو می کرد. منتها وقتی که انسان پیشرفت کرد و در واقع معیاراش برای زندگی، برای ارزیابی محیطش تغییر کرد، دیگه اصلا زیبایی رو در شی نمیدید، زیبایی رو در ذهنش جستجو میکرد. معیارهای زیبایی در ذهن آدم هست. یه مثال خیلی واضحش وطنه. وطن زیباییش به معیارهای سوریش، به معیارهای صورتش هیچ ارتباطی نداره. یعنی ممکنه که وطن آدم یه جای خشک و بیابان باشه، بیاب و علف باشه. ممکنه که وطن آدم یه محلی باشه که خراب است، بیغول است. ولی وطنه، در ذهن اون زیباست. هیچ وقت زیبایی وطنشو با چیز دیگری قابل تعویض نمیدونه. حتی ممکنه جان و مال و ناموسش هم برای وطنش بده. وقتی که جز به جز نگاه میکنه، ممکنه که بگه که در فلان کشور این مزیت نسبت به وطن من، به کشور من وجود داره. ممکنه که زیباتر باشه، ممکنه که آب سبز باشه، آب بیشتری داشته باشه، ساختمون های مدرن تری داشته باشه. یعنی جز به جز ممکنه که از نظرش وطن دیگری زیباتر باشه. منتها وقتی اینا رو میذاره کنار هم دیگه، یه معیار ذهنی هم میاد کنارش، میشه وطن دیگه، وطن در ذهنش زیباست دیگه، با معیارهای کالبدی قابل ارزیابی نیست. اینو میشه در مورد مفهوم مادر، در مورد مفهوم فرزند، همه اینا به کار برد. هیچ کس نمیتونه بگه که فرزند من از فرزند دیگری زشتره. فرزند هر کسی در نگاهش زیباست، برای اینکه معیارش دیگه معیارهای ذهنیه. در مورد نقطه عطف همین مسئله صادقه. شما ممکنه که نقطه عطف رو یه، مثلا یه مناره ناقص باشه، یا یه دیوار ریخته باشه در نگاه اون کسی که چون تاریخ به این نقطه عطف گذر کرده، رد شده، دیگه معیارهای کالبدی اصلا با معیارهای کالبدی قابل ارزیابی نیست، کاملا با معیارهای ذهنی دیگه سنجیده میشه، تبدیل میشه به یه عنصر تاریخی، یه عنصر تاریخی که بعد خاطره ایش خیلی زیاد شده و دیگه در نگاه اون شخص زیباست. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون که وقتی که با این روی کرد نقاط عطف رو میخوایم ارزیابی کنیم، دیگه حتی فرم اون تضادی که داره ایجاد میکنه با اطرافش، دیگه این که بخواد مثلا بلندترین عنصر یا المان شهری هم باشه، منجر به زیباییش حتی نمیشه. ممکنه یه منارهی که تاریخ برش رفته و خاطر انگیز شده، نصفش هم مثلا از بین رفته، ارتفاعش مثلا از 40 متر، از 30 متر شده 10 متر، ولی تبدیل شده به یه عنصر خاطره‌ای. یه تضاد خیلی کوچیکی با اطرافش درست کرده، ولی تو ذهن شهروند، تو ذهن مخاطب زیباست. در صورتی که ممکنه ما یه عنصر مدرن درست کنیم، یه ارتفاع بسیار زیاد هم داشته باشه، ولی در ذهن مخاطب زیبا نباشه. دوباره مثال برج میلاد تهران رو میذارم که برای همه آشناست. ما برای برج میلاد تهران داریم کاراکتر سازی هم میکنیم دیگه. مدیریت شهری مثل یه بیماری که داره با اکسیژن نگه داشته، اینو همواره داره بهش اکسیژن میرسونه، این اکسیژن رو ورداره دیگه بیمار میمیره. چطوری؟ برای برج میلاد تهران انواع مثلا مراسم ها و حوادث ملی، تاریخی، مذهبی تو برج میلاد بالاخره یه جوری خودشو نشون میده. ریش رفت میدن با یه اسلامی، اون رو رفت میدن به معماری اسلامی. یه در مورد ارتفاعش میگم مثلا زادپای چندم داره. در واقع دارم براش هویت بخشی میکنم. منتها ما میدونیم ممکنه یه عنصر، یه نقطه عطفی که ارتفاعش هم مثل برج میلاد نیست، ممکنه تو مرکز شهر تهران بتونه همقدر برج میلاد خاطره سازی کنه و هویت بخش باشه. این دو تا تصویری که الان دوستان زحمت کشیدن گذاشتن، در واقع مثال اروپایی هست برای این توضیحاتی که من دادم خدمتتون. ببینید، کلیسای
سانتا ماریا دل فیوره هست توی شهر فلورانس که تو قرن 13 ساخته شده و از اون زمان به این ور خب نقاشای زیادی این تصویر رو کشیدن. این البته هیچ کدوم این تصاویر نقاشی نیست، ولی خب نقاشای زیادی این تصویر رو کشیدن. روی اینترنت با یه سرچ ساده میتونید اونو پیدا کنید. این تصویر یه تصویر ثابتی هست که از قرن 13 به این طرف باقی مونده. الان قرن 21 نزدیک 800 سال میگذره و این تصویر ثابته. زیر این پوسته همه چی تغییر کرده، همه چی مدرن شده، منتها این پوسته خودش به خودی خود یه این تضادی که تولید کرده شده تبدیل شده به یه عنصر هویت بخش برای فلورانس. بعد نکته مهم اینه که شب و روز این تصویر با هم یه کاراکتر رو میسازن. یعنی مدیریت شهری در شهر فلورانس در طی 800 سال به این نتیجه رسیده که کلیسای جامع سانتا ماریا دل فیوره نقطه عطفی هست در مرکز تاریخی شهر فلورانس. اینو من باید نگهش دارم. 800 سال عمر داره و امروز هم وقتی که شب میخواد شهر فلورانس رو نور پردازی کنه اونو نور پردازی میکنه. نگاه کنید شما همه اطراف تو تصویر پایینی همه اطراف تاریکه، یعنی یه نور حداقلی داره. اونی که داره خودنمایی میکنه این نقطه عطفه که داره خودنمایی میکنه. تو شهر تهران چه اتفاقی میفته؟ شما دارید توی از یه خیابونی دارید رد میشید شب، بعد بیا مثلا اونجا اومدن یه نورپردازی خیلی ویژه‌ای کردن برای اینکه مثلا یه مغازه اونجا پول داشته تونسته اطراف مغازه جلوی مغازه‌شو نورپردازی کنه. بعد شما از اونجا رد میشید میگید اصلا اینجا کجاست؟ من در طول روز که اصلا اینجا رو نمیدیدم. اینجا چه نقطه‌ای من دارم ازش رد میشم؟ یه تضادی در این وجود داره که ممکنه تو نقاط عطف اگر که ما نتونیم نقاط عطف رو درست شناسایی کنیم و شب و روز اون رو با هم دیگه در واقع یه فهم مشترک تولید کنن، این تبدیل میشه به یه عنصر مبهم در ذهن مخاطب. من به عنوان جنبندی اگر بخوام یه جنبندی سریع از صحبتام داشته باشم میخوام بگم که ما میتونیم که رویکرد بخشی داشته باشیم نسبت به مداخلات شهریمون و بتونیم بریم موضوعات مختلف رو پیدا کنیم و در اونها مداخله انجام بدیم، مثل نقاط عطف که تیتر پوستر بود و موضوع بحث امروز. ما میتونیم بریم یه نقطه عطف رو انتخاب کنیم یا نشانه رو انتخاب کنیم یا اونو تولیدش کنیم، بریم بسازیمش تا بتونیم در کیفیت شهرمون مداخله انجام بدیم، با هویتش کنیم، زیباش کنیم، حس تعلق به مکانش رو ببریم بالا. برای اینکه نقطه عطف یه تضاد به وجود میاره در اطرافش میتونیم یه رویکرد بخشی داشته باشیم، منتها بعد بدونیم که بازدهیمون داره به، اگر طیف بازدهی رو مینیمم و ماکسیمم بگیریم داره به طیف مینیمم نزدیک میشه، ما بازدهی کاملی نداریم. اگر که در مقابل اگر که یه رویکرد سیستمی داشته باشیم باید بدونیم که این نقطه عطف یا نشانه‌ای که می‌خوایم درست کنیم یا در واقع احیاش کنیم این چه نقشی رو داره در شهر ایجاد می‌کنه. تو بخش اول صحبت هم گفتم مهمترین نقش شهر مرکز شهره. آیا این نقطه عطف در مرکز شهر تازه اونم سلسله مراتب داره یه نقش مهمتری رو ایفا می‌کنه؟ یه نقش درجه 2 داره، نقش درجه 3 داره، یا اصولاً در شهر یه نقش درجه 3 داره. اگر بتونیم یه همچون تصمیمی رو، اگر بتونیم با یه همچون متدی مداخله کنیم در شهر، اون وقت میتونیم مدعی باشیم که ما منابع مالی و انسانیمون رو داریم در جای درست مصرف میکنیم و در جای درست داریم اونو به کار میبریم. اون وقت میتونیم توی امر بازدهی توقع داشته باشیم که توی این طیف به بازدهی حد اکثری نزدیک بشیم. صحبتام این تمومه. میخواد که عرض کنم اگر که سوالی هست من در خدمتتون هستم. امیدوارم من سعی کردم که توی این مدت زمان 35-40 دقیقه برای اینکه خب شبم هست هم خسته نشید، همین که بس به طولانی نشه بتونم تفکری که دارم در این خصوص رو خدمت شما منتقل کنم. اگر که جایی از بحث احیانا مبهم بود من در خدمت شما هستم، از طریق ایمیل از طریق واتساپ میتونم خدمتتون باشم. اگر سوالی هست بفرمایید.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید و در یک چارچوب منطقی و منسجم صحبت رو پیش بردید و استفاده کردیم و حظ بردیم. آقای دکتر، یکی از دوستان، حالا خانمی آقای توکلی، پرسیدن استاد گرامی، امکانش هست نشانه شهری رو هم تعریف کنید و نشانه چه نقشی در منظر شهری دارد؟ بله، ببینید، عرض کردم خدمتون برای واژه‌هایی از قبیل نشانه، نقطه شاخص، المان، ما باید بریم یه دیکسیونر، باید بریم یه لغت، یه واژه‌نامه، باید بریم، این کار تو ایران نشده، باید بریم تعریف کنیم. منتها نشانه شهری عنصری هستش که با اطرافش یه تضادی رو داره. وقتی که این تضاد به دوباره در مورد یه طیف شما فکر کنید، وقتی این تضاد به حد اکثر میرسه، یهو میشه نقطه عطف، چون خیلی شاخص میشه. ولی این تضاد وقتی که داره اون تو اون طیف به مینیموم داره سیر میکنه، میشه نشانه شهری. در واقع همه نشانه های در واقع همه نقاط عطف نشانه شهری هم هستند، اما همه نشانه های شهری نقطه عطف نیستند، چون الزاماً یه تضاد حد اکثری با اطرافشون تولید نمی کنن. بنابراین شما میتونید نشانه های شهری رو معیارش رو برای تشخیص یا برای تعریف تضادش با اطرافش بذارید که تو چه طیفی داره سیر میکنه. این که چه نقشی در منظر شهری دارن، در واقع بحث امروزمون بود. این نشانه ها، این نقاط عطف، اگر که ما بتونیم نقش اونها رو در شهر تشخیص بدیم، میتونن به ارتقای کیفیت شهر، به کیفیت منظر شهری منجر بشن. یعنی منظر شهری خب یه ادبیه، عبارت رایج شده توی 10 سال اخیر در حوزه حرفه‌ای آکادمیک، یه عبارت رایجی شده و درست هم هست دیگه. نگاه های امروزه به شهر نگاه های منظرینه، شهر رو در واقع از باروکرد منظر همه دستندرکاران توی کشوری توسعه یافته دارن میبینن. و برای چی؟ مزیتش چیه نسبت به سایر رویکردها؟ برای اینکه با فهم مردم کار داره. منظر شهری ما چی تعریف میکنیم؟ میگیم منظر شهری فهم مردم از سیستم شهره. حالا اگه بخوام دوباره سوال ایشون رو جواب بدم که در واقع اصلا بحث امروزمون بود، میگم که ما اگر بتونیم نقش نقاط عطف و نشانه رو در سیستم شهری بتونیم درست تشخیص بدهیم، میتوانیم مدعی باشیم که در چارچوب رویکرد منظر شهری داریم حرکت میکنیم. ممنون آقای دکتر از پاسختون. یعنی یک از دوستان دیگه هم همین سوال رو پرسیدن که آیا نشانه همون نقطه عطفه که توی این صحبتتون بهش پاسخ خانم توکلی بود یا آقای توکلی، بعد پرسیدن که چطور میتونیم از طریق واتساپ با شما در ارتباط باشیم یا حالا اگر ارتباطی دیگه هست که آقای دکتر خودتون سلام. من فکر میکنم که اگر ابتدا بتونیم از طریق ایمیل با هم دیگه در ارتباط باشیم خیلی خوبه، من خوشحال میشم. بعد اگر که ضرورتی پیش اومد که از طریق واتساپ من بتونم که پاسخگو باشم، با کمال میل اونجا هم هستم، ولی من ایمیلامو جواب میدم، میتونیم خیلی راحت از طریق ایمیل با هم دیگه در ارتباط باشیم. ممنون. حالا تو میخواید آقای دکتر ایمیلتون هم تایپ کنید که؟ بله، من الان ایمیلمو اینجا تایپ بحث اینی که همین خانم توکلی پرسیدن، باز تشکر کردن از پاسختون و به عنوان سال آخر چه گفتن چطور میتونید حس تعلق مکان رو در نشانه ها شناسایی کنید؟ ببینید، اینم دوباره، این دوباره بحث که گفتم ما یه مباحث کیفی داریم در شهر، مثل هویت، مثل زیبایی، مثل حس تعلق. اگر ایشون برای یه کار آقایی که داره این سوال رو میپرسه، باید که اول تفاوت اینا رو با همدیگه معلوم کنه، بگه که من وقتی، چون اینا خیلی به همدیگه نزدیکن، یعنی اگر ممکنه یه دور باطل برای ایشون ایجاد کنه در ذهنش که اگر نتونه اینا رو از همدیگه تفکیک کنه، اول باید اینا رو نسبت به همدیگه تفکیک کنه. این تفکیک باعث میشه که ایشون حس تعلق به مکان رو بتونه دقیقا تعریف کنه و براش معیار و شاخص در بیاره. برای اینکه اگر نتونه ایشون تعریف کنه، اون وقت این معیار و شاخصایی که برای حس تعلق به مکان
در میاره با هویت شهری هم یکسان میشه. اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن، اصلا به این راحتی قابل جدا شدن از هم دیگه نیستن. بنابراین یک ایشون باید اول تعریف حس تعلق به مکان رو و مرزهاشو با اون دو تا واژه دیگه یا واژه‌های دیگه باید در بیاره، یعنی در واقع باید تعریف کنه، بعد بیاد معیارها و شاخصه حس تعلق به مکان رو در بیاره، بعد بیاد بر اساس این گفته من بیاد بره نقش نشانه های شهری رو پیدا کنه، این دوتا رو بندازه رو هم دیگه، بگه حالا من رفتم برای حس تعلق به مکان این معیارها و شاخصه رو در آوردم، برای نشانه های شهری هم رفتم این نقش رو در آوردم، بعد اینا رو میتونه با هم دیگه شروع کنه به ارزیابی کردن. ممنون البته شما آقای دکتر بزرگواری فرمودید. همچنین دوستان میتونن فایل این برنامه و برنامه های قبلی که حالا در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده و بلخص در حوزه بحث شهر و علوم انسانی میتونن از طریق کانال خانه اندیشمندان، کانال تلگرامی پیگیری کنن و همچنین اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی. و دوستان هم اگر حالا میخوان به صورت فایل، چون ما این فایل ها رو پیاده میکنیم و به صورت مشاله کتاب در میاریم، فایل برنامه های قبلی رو میخوان میتونن از طریق یا اینکه مایل به همکاری هستن در حوزه‌های مختلف که کمک کنن به برنامه‌ها یا ایده‌هایی دارن که میتونه کمک کنه به برنامه‌های خانه اندیشمندان، ما در خدمتشون هستیم و میتونن نظرات خودشونو از طریق حالا شماره‌ای که میذارم تو واتساپ بفرمایید تا از ایده‌ها و نظراتشون استفاده کنیم. همچنین تشکر می‌کنم از آقای دکتر مهرجو که واقعا زحمت می‌کشن و امروز تقریبا 3 تا برنامه خانه اندیشمندان علوم انسانی داشت و روابطون خانه اندیشمندان تلاش کردن که این برنامه به نحو احسن برگزار بشه. آقای دکتر، ما در سال تقریبا نزدیک به 400 تا برنامه برگزار میکنیم. حالا قبل از کرونا به صورت حضوری بود و الان به صورت بیشتر فضای اثر فضای مجازی هست و تقریبا یه پاتوق فکری بود واسه اندیشه ها و گفتگوهای مختلف و رویکردها و دیدگاه های مختلف و متفاوت. انشالله که بعد از فرونشست این بیماری کرونا به صورت حضوری در خدمت شما باشیم. آقای دکتر پست دکترای منظر شهری هستن در حوزه شهرهای اسلامی و حقیقتش از اساتیدی هستن که باید واقعا ازش استفاده کنیم و استفاده نکنیم ما ضرر کردیم. انشالله که بتونیم بعد از کرونا هم به صورت حضوری در خدمت شما باشیم و در حالی مباحث سلسله نشست‌های متوالی در چند برنامه بتونیم از نظرات حضرت عالی استفاده کنیم. خواهش میکنم، منم خیلی استفاده کردم، برای منم یه فرصت مجددی بود دوباره به این موضوع فکر کنم و از زمانی که شما مطرح کردید تا امروز من هی ابعاد مختلفش رو بررسی میکنم و برای خود منم دوباره فکر کردن مجدد به موضوع نقاط عطف و نشانه برای منم یه فرصت خیلی خوبی بود تا بتونم خودم رو آپدیت کنم، آپگرید کنم، دوباره برم یه چیزایی رو بخونم، مطالبم رو یه دور دیگه بررسی کنم. در صورت در خدمتون هستم، خیلی خوشحال شدم، بحث خیلی خوبی بود، از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید خیلی ممنونم. من شما بزرگواری، من مجددا تشکر میکنم از حضرت عالی و دوستان و همچنین دوباره از آقای دکتر مهرجو، آقای دکتر مرادینی و آقای دکتر جعفری که این برنامه رو چیدند که ما بتونیم استفاده کنیم. امیدواریم هر جا هستید سلامت باشید آقای دکتر و دوستان عزیز. شب همه شما بخیر باشه و پایدار باشید.